خبرگزاری فرانسه 2.5 میلیون زائر در مناسک حج. کاندیدای آلمانی ریاست اینستکس مجبور به انصراف شد. سخنگوی وزارت خارجه رژیم: آمریکا بعد از اغتشاشات 96 و گراهای مجاهدین از برجام خارج شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد با وجود تنش‌ها در خلیج فارس 2.5 میلیون زائر مناسک حج را برگزار می‌کنند. یک زائر اندونزیایی به نام سوبار به زبان عربی گفت: این اولین بار است که من یک نیروی قوی را حس کردم. این چشمگیر است. یک مکانیک 46 ساله اوگاندایی گفت: اسلام ما را متحد کرد. ما همه با هم هستیم. برای همین است که من خوشحال هستم. مراسم حج امسال در میان تنش در خلیج فارس و بدتر شدن شرایط در پی حملاتی به نفتکش‌ها و حملات توسط پهپاد و جلوگیری از عبور و مرور دریایی در آب‌های آزاد صورت می‌گیرد. عربستان سعودی و متحد آن واشنگتن رژیم ایران را متهم می‌کنند که در پشت این حملات و عملیات خرابکاری علیه کشتی‌های تجاری است. دیپلمات سابق آلمانی برندربل که برای تصدی ریاست سازوکار مالی اینستکس کاندید شده بود، از پذیرش این سمت انصراف داد. وی از برنامه موشکی رژیم ایران حمایت کرده و هولوکاست را نفی کرده بود. این موضع‌گیری او با مخالفت شدید روبرو شد و مجبور به استعفا گردید. به گزارش روزنامه آلمانی بیلد، اربل در مصاحبه با یک کانال یوتیوب آلمانی برنامه موشکی رژیم ایران را قانونی خوانده بود. وزارت خارجه آلمان تایید کرد که برندربل اعلام کرده است بنا به دلایل شخصی نمیتواند ریاست اینستکس را به عهده بگیرد. سخنگوی وزارت خارجه رژیم طی سخنانی در دانشگاه خوارزمی کرج اعتراف کرد دونالد ترامپ پس از قیام سال 96 ایران و با گراهای مجاهدین از برجام خارج شد. عباس موسوی گفت: در آمریکا دو نوع دیدگاه در مورد ایران وجود دارد که یکی این است که فرقی بین مقام‌ها، جناح‌ها، سیاسیون و نظامی‌ها نیست. در این نوع نگاه فرقی بین ظریف و قاسم سلیمانی وجود ندارد. نگاه دوم این است که یک دوگانگی در حکومت ایران است و باید با شکاف و تفرقه فتنه ایجاد کرد و ایران را رو به افول و زوال برد. هر دو دیدگاه یک هدف را دنبال می کنند که جمهوری اسلامی نباشد. سخنگوی وزارت خارجه رژیم افزود: بعد از سرکار آمدن ترامپ با اشتباه محاسبه تصمیم گرفتند از برجام خارج شوند و یک نکته که آنها را به غلط انداخت اغتشاشات سال 96 بود که به گراهای مجاهدین توجه کردند که جامعه ایران منتظر یک تلنگر است. دشخیمان خامنه‌ای سحرگاه روز چهارشنبه 5 زندانی را به طور جمعی در زندان گوهردشت کرج اعدام کردند. اسامی زندانیان اعدام شده عبارتند از محمد رضا شکری، یوسف زاکری، مجید عرب علی، حسین پنج مریم و بهرام ترک. این زندانیان طی روزهای اخیر همراه با چند زندانی دیگر جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی زندان گوهردشت کرج منتقل شده بودند. تعداد دیگری از این زندانیان به بند بازگردانده شدند. روز پنجشنبه آتش‌سوزی در بازار سید ولی در مجموعه بازار بزرگ تهران موجب بروز خسارات در تعدادی از مغازه‌ها شد. حریق در طبقه سوم این پاساژ تجاری که متشکل از فروشگاه‌های کیف و کفش و پوشاک بود رخ داد و موجب شد که چندین باب مغازه شعله‌ور شوند. به گفته رسانه‌های حکومتی این آتش‌سوزی دو مصدوم بر جای گذاشت. وقوع یک انفجار در پایگاه پرتاب موشک در روسیه منجر به مرگ دو نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر از پرسنل نظامی این کشور شد. وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه اعلام کرد انفجار در یک پایگاه پرتاب موشک در شمالی ترین نقطه از خاک این کشور روی داده و علت آن هم بروز سانحه در جریان آزمایش یک موتور موشک با سوخت مایع بوده است.
در پی این انفجار دو متخصص صنایع موشکی به علت شدت جراحات جان خود را از دست دادند و 6 تن دیگر نیز به شدت مجروح شدند.